یکی از بینندگان این برنامه از من خواسته که درباره پدیده سپیدچال‌ها و رابطه آن با سیاهچال‌ها در اخترفیزیک سخن بگویم. مقصود از سپیدچال آن است که در انگلیسی وایت هول گفته می شود و سیاهچال یا حفره سیاه ترجمه ترم انگلیسی بلک هول است. من در برنامه‌های گذشته کمی در این باره سخن گفتم. برای توضیح سپیدچال باید نخست پدیده سیاهچال را فهمید. پس با سیاهچال آغاز کنیم. می‌دانیم که بنابر قانون گرانش یا جاذبه نیوتن ماده دارای نیروی کششی است. ماه به گرد زمین می‌گردد چون جرم زمین بسیار بیشتر از جرم ماه است و نیروی گرانشی زمین ماه را به گرد زمین به گردش در می‌آورد، همچنان که خورشید زمین را. اگر بخواهیم جسمی را از حیطه نیروی گرانشی زمین به بیرون پرتاب کنیم، باید به آن چنان سرعتی بدهیم که انرژی جنبشیش بر انرژی پتانسیل گرانشیش چیره شود. جسمی می تواند از میدان گرانشی زمین رها شود که دارای سرعت 11.2 کیلومتر در ثانیه باشد. برای خارج شدن از ماه به سرعت کمتری نیاز است، در حدود 2 کیلومتر در ثانیه. برای اینکه جسمی خورشید را ترک کند باید سرعتی برابر 620 کیلومتر در ثانیه داشته باشد، چون خورشید 300 هزار برابر از زمین پرجرمتر است. پس هرچه کره‌ای پرجرمتر باشد، جسمی که می‌خواهد از آن بگریزد به انرژی جنبشی یا سرعت گریز بیشتری نیاز دارد. حال اگر جسمی وجود داشته باشد که برای بیرون رفتن از حیطه گرانشی آن به سرعتی برابر سرعت نور، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه نیاز باشد، به آن جسم سیاهچال می‌گوییم، چون حتی نور هم نمی‌تواند آن را ترک کند و بنابراین نمی‌تواند دیده شود. مینه یا ایده چنین جسمی را در پایان سده 18 دانشمند انگلیسی جان میشل و چند سال بعد لاپلاس فرانسوی پیشنهادند، اما دیگران دنباله آن را نگرفتند و در سده 19 فراموش شد. و باید دانست که این جسم فرضی فیزیکدانان پایان سده 18 درست آن چیزی نیست که ما امروز به نام سیاهچال میشناسیم. فیزیکدانان سده 18 میپنداشتند که این جسم فرضی باید دارای جرم بسیار بزرگی باشد تا بتواند نور را مهار کند. حالان که برای فیزیک نوین حتما لازم نیست که سیاهچال پر جرم باشد. سیاهچال ها میتوانند هر جرمی داشته باشند. در واقع فیزیکدانان پایان سده 18 کوچکترین تصوری درباره سیاهچال نداشتند، چون سیاهچال بگرد یا کنسپتی است زائیده نظریه بازانگی یا نسبیت اینشتین و در نظریه گرانشی کلاسیک نیوتن نمی گنجد. فیزیک کلاسیک نمی دانست که سرعت نور بالاترین سرعتی است که جسم می تواند داشته باشد. همچنین نمی‌دانست که نیروی گرانشی بر نور تأثیر می‌گذارد و مسیر نور را خم می‌کند. اینها را اینشتین به ما آموخت. اینشتین در سال 1915 نظریه بازانگی هروین یا نسبیت عام را پیشنهاد که انقلاب بزرگی در فیزیک بود. بنابر نظریه اینشتین زمان و فضا در هم تنیده‌اند و چیزی را به وجود می‌آورند که پیوستار چهار بعدی فضا زمان نام دارد. نیروی گرانشی زائیده خمیدگی یا آشفتگی است که جسم در فضا زمان پدید می آورد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، مانند این است که یک تکه پارچه را از دو طرف بکشید و روی آن گلوله‌ای فلزی بگذارید، در پارچه فرو رفتگی پدید بیاید. در فضا زمان چهار بعدی هم چیزی همانند این روی می دهد. جسم فضا زمان را به سوی خود می کشد و گرانش از این آشفتگی پدید می آید. اینشتین خود معادله های میدان گرانشی را به طور تقریبی حل کرد. یک سال بعد در 1916 فیزیکدان آلمانی کارل شوارتشیلد توانست معادله های اینشتین را به طور پرسون دقیق حل کند. شوارتشیلد کشف کرد که میان چگالی ماده
یعنی اندازه ماده در واحد حجم و فضا زمان پیرامون آن رابطه شگفت‌انگیزی برقرار است. افسوسمندانه شوارتزشیلد در همان سال 1916 در 42 سالگی از بیماری درگذشت و نزدیک به 40 سال وقت لازم بود تا فیزیکدانان به پیامدهای نتیجه‌ای که او به دست آورده بود پی ببرند. اینشتین درگذشته بود. بنابر نتیجه شوارتزشیلد هرگاه چگالی ماده بسیار باشد، یعنی ماده در حجم بسیار کوچکی متراکم شود، این ماده متراکم فضا زمان پیرامون خود را چنان به سوی خود می کشد که گویی سوراخی در فضا زمان پدید آمده. از این رو ماده پیرامون به درون آن فرو می ریزد. هیچ چیز نمی تواند از آن خارج شود، حتی نور. نام بلک هول به معنای سیاه چاله، سیاه چال را فیزیکدان آمریکایی جان ویلر در سال 1967 به این پدیده داد. پس ویژگی مهم سیاه چال چگالی بسیار زیاد آن است، نه جرمش. ضروری نیست که سیاه چال جرم بزرگی داشته باشد. به این دو نمونه توجه کنید. شعاع کره زمین 6400 کیلومتر است. اگر بتوان زمین را متراکم کرد و همه جرم آن را در فضایی به شعاعی 1 سانتی متر گرد آورد، زمین به سیاهچال تبدیل می شود. همچنین شعاع خورشید 700 هزار کیلومتر است. اگر همه جرم خورشید در فضایی به شعاع 3 کیلومتر متراکم شود، خورشید به سیاهچال می ترادیسد. سیاهچال ها را از حیث جرم می توان به 3 نوع تقسیم کرد. سیاهچال ستاره‌ای، سیاهچال ابر پرجرم و سیاهچال بسیار کوچک که به آن مینی سیاهچال میگویند. سیاهچال‌های ستاره‌ای جرمی برابر جرم ستارگان دارند، متراکم شده در فضایی به شعاع چند کیلومتر. اینها زائیده فرگشت ستارگان پرجرمند که در پایان زندگیشان منفجر میشوند، هستی آنها میرنبد و به سیاهچال تبدیل میشود. چنین چیزی به فراوانی در کهکشان روی می‌دهد. در کهکشان ما راه شیری به احتمال بسیار میلیون‌ها سیاهچال ستاره‌ای وجود دارند. سیاهچال‌های ابرپرجرم جرمشان میلیون‌ها برابر جرم ستارگان است. این سیاهچال‌ها در مرکز کهکشان‌های مارپیچی به وجود می‌آیند، مانند این کهکشان که در این تصویر می‌بینید. در کهکشان خود ما راه شیری سیاهچال ابرپرجرمی هست میلیون‌ها بار پرجرم‌تر از خورشید. این سیاهچال از بلعیدن میلیون‌ها ستاره در مرکز کهکشان به وجود آمده است. شعاع آن به اندازه فاصله زمین تا خورشید است. با اینکه سیاهچال‌ها از خود نوری ندارند، به وجود آنها از اثری که بر محیط پیرامونشان می‌گذارند می‌توان پی برد. سیاهچال در نظریه بازانگی هروینگ یا نسبیت عام اینشتین به گرد یا کنسپتیس ریاضی که به آن سینگولاریتی می‌گوییم، در فارسی تکینی وقتی روی می‌دهد که پارامتری به بی‌نهایت برسد. در سیاهچال این پارامتر چگالی است. به سخنی دیگر همه ماده در یک نقطه ریاضی متراکم می شود. مسئله این است که هنوز نمی دانیم که این نقطه تکینی چیست. این را زمانی خواهیم فهمید که بتوانیم بازانگی هروین اینشتین را با کوانتوم مکانیک پیوند دهیم و این یکی از مسئله های هنوز حل نشده فیزیک است. معادله شوارتزشیلد پیش بینی می کند که بیرون از نقطه تکینی مرز یا حدی وجود دارد که به آن افق رویداد میگویند. معنای افق رویداد این است که جسم‌های دیگر میتوانند به سیاهچال نزدیک شوند بی آنکه به درون آن کشیده شوند. ولی همین که به افق رویداد برسند دیگر بازگشتی نیست. حال به چند ویژگی شگفت‌انگیز سیاهچال‌ها نظری بیاندازیم که در جهان عادی ما همانندی ندارند. این ویژگی ها زایده قانون های بازانگی هروین یا نسبیت عام اینشتین است. برای مثال اگر شما دور از سیاهچالی قرار داشته باشید و دوست خود را با فضاناوی به سوی آن بفرستید، میبینید که هرچه فضاناو به سیاهچال نزدیکتر میشود سرعت آن کمتر و کمتر میشود و وقتی به افق رویداد میرسد بی حرکت میماند.
اما برای دوست شما همه چیز عادی است و او از افق رویداد می‌گذرد بیان که متوجه شود. اگر بتوانید ساعت فضاناو را ببینید، خواهید دید که هرچه به سیاهچال نزدیکتر می شود، نسبت به ساعت شما کنتر و کنتر کار می کند و وقتی به افق رویداد می رسد، از کار می افتد. ولی برای دوستتان ساعت به طور عادی کار می کند. اگر دوستتان از افق رویداد بگذرد، دیگر او را نخواهید دید. او تا پیش از رسیدن به افق رویداد می تواند با بکار بردن موتور فضاناوش بازگردد، ولی اگر از افق رویداد بگذرد، دیگر بازگشت ممکن نخواهد بود. اگر سیاهچال از نوع ستاره‌ای باشد، وقتی از افق رویداد می‌گذرد، تفاوت نیروی گرانشی میان سر و پای او چنان شگرف خواهد بود که بدن او کشیده و کشیده خواهد شد و او به شکل اسپاگتی در خواهد آمد، پیش از آن که در نقطه تکینی مرکزی له شود. اگر سیاهچال ابر پرجرم باشد، دوستتان به اسپاگتی تبدیل نخواهد شد، ولی در نقطه مرکزی پایان بهتری نخواهد داد. این نکته ها درباره ساده ترین نوع سیاهچال است که حرکت چرخشی ندارد، حالان که این فرض واقعی نیست، زیرا سیاهچال ها به احتمال بسیار به گرد خود می چرخند. این چرخش فضای پیرامون سیاهچال را به دنبال خود می کشد یا تاب می دهد و پدیده های بسیار جالبی به وجود می آورد که در اینجا وارد آنها نمی شود. به نکته دیگری اشاره کنم که بسیار مورد علاقه نویسندگان افسانه های تخیلی علمی است و آن گیتی موازی یا گیتی دیگری جدا از گیتی ماست و این در ضمن ما را به پدیده سپیدچال که در آغاز به آن اشاره کردم میبرد. معادله های بازانگی هروین ویژگی ریاضی خاصی دارند. نسبت به زمان متقارنند. به این معنا که اگر فرض کنید که زمان به عقب برمیگردد نه به جلو، جواب دیگری به دست می آورید. معادله ها پیش بینی می کنند که اگر زمان به عقب برگردد، پدیده‌ای روی می دهد به نام سپیدچال که ضد سیاهچال است. ویژگی سپیدچال این است که هیچ چیز نمی تواند به آن وارد شود. پیوسته از خود نور و انرژی بیرون می دهد و در آن زمان به عقب می رود نه به جلو. هر سیاهچالی از طریق مجرایی در فضا زمان به سپیدچالی پیوند می‌یابد. سپیدچال می‌تواند بسیار دورتر از سیاهچال قرار داشته باشد یا در گیتی دیگری کاملا جدا از گیتی ما. چنان که گفتم، نویسندگان افسانه‌های تخیلی بسیار به این ویژگی‌های سیاهچال‌ها علاقه‌مندند. اما باید دانست که گرچه سفر به گذشته و سپیدچال ها پیشبینی های معادله های ریاضی هستند، ولی این به معنای آن نیست که این چیزها واقعیت فیزیکی دارند. اینها به احتمال بسیار زایده کاستی های نظریه بازانگی اینشتین هستند و روزی که نظریه توانمندتری زایده پیوند آن با کوانتوم مکانیک جایگزین آن شود، این گونه تناقض ها از میان خواهند رفت. همان گونه که در مکانیک نیوتن جسم میتواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد، ولی نظریه اینشتین نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست. سخن ما به پایان رسید. امیدوارم که این گفتار کوتاه توانسته باشد شما را کمی با سیاهچال‌ها آشنا کند و آن بیننده پاسخ خود را درباره سپیدچال‌ها گرفته باشد.